فضاگرد کائنات شویم که آرزوی بزرگ است و این جهان تنگ است. برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش خفته مایه ننگ است. هوای کشور افغان و روح سرکش تو، هوای سرکش کشور من و روح سرکش تو، دو پاسبان نبرد و دو سنگر جنگ است. سرت ز مشت حوادث، سرت ز مشت حوادث فرو نمی آید. سر مبارزه سر نیست، صخره سنگ است. رفقای انقلابی، ما این روزهای دشوار را به همت و غیرت و ننگ شما فرزندان صدیق وطن پشت سر می گذرانیم و حتما با سربلندی و سرپیروزی در برابر تاریخ کشور خیش چهره خواهیم گشود. هموطنان عزیز، اگر ما سیاست مصالحه ملی را اعلان کردیم و آن را به پیش میبریم، اگر ما از تمام کانال ها مذاکره و مفاهمه را با مخالفین آغاز نمودیم، اگر ترجیح دادیم که تمام مسائل و قضایا نه از طریق جنگ بلکه از طریق مذاکره و دیالوگ حل و فصل گردد، اگر ما افراطیون را، اگر مخالفین را به امر صلح دعوت کردیم که دیگر دست به خونریزی مردم بیگناه نزنند، برای آن بوده است که ما در برابر تاریخ، مردم و کشور خیش مسئولیت داشتیم. شما قضاوت کنید. کنون قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به کشور خیش عودت میکنن، ما به پای خیش میستیم و مستقلانه از وطن خیش، از وطن پدری و اجدادی خیش مردانه دفاع میکنیم. مگر ببینید، ببینید ضد انقلابیون در کجا قرار دارن؟ آنها در پاکستان مرکز، دفتر و کمپ نظامی دارند. آنها در دستان استخبارات این کشورها، استخبارات نظامی پاکستان میلولند. آنها از آنجا اسلحه و آتش میفرستند تا وطن خیش را ویران سازند. تا دیروز ضد انقلابیون و افراطیون میگفتند که وطن توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال شده است، اکنون آنها به کشور خیش می روند. آنها به کشور خیش می روند. ولی شما ببینید، شما نظاره کنید که دیگران چشم اشغال را به کشور عزیز و محبوب ما دوختند، ولی بیاد داشته باشند که مردم شرافتمند افغانستان و در پیشا پیشان اعضای قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدین سیاسی آن و نیروهای ملی و دموکراتیک در وطن برای آنها درسهای عبرت انگیز و فراموش ناشدنی خواهند داد. رفقای رزمنده و انقلابی، از کجا نیست که ضد انقلابیون مشاورین کشورهای گوناگون و مختلف را به کشور ما می آورند و دست به دست آنها در یک محل و محل دیگر چکر می زنند؟ شما قضاوت کنین که آنها در کنرها سرک ساختن، جنگلات این وطن را قطع می کنند و به پاکستان صادر می نمایند. لاجورد بیراید زمرد این کشور
و بیگانگان فروخته می شود. نیروهای ملیشه، جنرالان پاکستانی، نیروهای زریحی پاکستان، هلیکوپترهای پاکستان را برای تجاوز بر حریم مقدس خاک محبوب ما دعوت می کنند. چنین است چهره این ضد وطن پرستان، این ضد وطن، این ضد خلق، این ضد مردم. اینها که به جز حرف زور چیزی دیگر را نمی دانند و گویا فیصله نمودند و کمر بستند که خون پاک فرزندان دلیر قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را، خون وطن پرستان را بریزن، خون مردم بیگناه افغان را بریزن. اینها که داد و فریاد برا انداختن که امام خون ایجاد میکنن در شهر کابل، در شهرهای دیگر مردم را به قتل میرسانن. اینها که گویا دم و فریاد میزنن که ما شهرها را به محاصره میکشیم و انسانها را میخواهیم گرسنه بمیرن و برای اجرای این اعمال خائنانه خیش ماهیت خیش را نیز پنهان نمی کنند. شما بگویید فرزندان رشید این وطن که در قبال چنین وضع چه باید کرد؟ مبارزه، بله مبارزه قاطع و در هم کوبنده. ما فرزندان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدین سیاسی آن از صلح در وطن، از تمامیت ارضی می توانند و باید بتوانند دفاع بکنند و این آزمون های دشوار ولی پر افتخار را پشت سر بگذارند. با موج زن تن خود را، با قهر طوفان را، با موج زن تن خود را، به قهر طوفان را. حریف رزم نهنگان شو و خطر بپذیر. ز کولا نمجو، ز آسمان پناه مگیر. چو آفتاب به نور چراغ خیش به پیش، که زندگانی نبود جز نبرد بی تاخیر. ولی ما این روزهای دشوار که ما را به زندگی به نبرد بی تاخیر می طلبد، به ایثار و فداکاری و جانبازی می طلبد، پشت سر خواهیم گذاشت. ما از حیثیت، آبرو و شرف مردم خیش، از حاکمیت ملی، از تمامیت ارضی کشور خیش، از صلح و آزادی مردم خیش دفاع خواهیم کرد و این را از پدران و نیاکان خیش با شکل حماسه‌آمیز فرا گرفته ایم و الهام گرفته ایم. بگذارین کشورهای خارجی سر و صداهای تبلیغاتی گوناگون را برا بیندازن و مطالب ضد و نقیض را در خور هضم مردم بدهن، ولی دولت جمهوری افغانستان، قوای مسلح جمهوری افغانستان، حزب قهرمان دموکراتیک خلق افغانستان، متحدین سیاسی آن، نیروهای وطن پرست ملی، شخصیت‌های ملی و قهرمان این وطن، همه و همه قادر هستند از خود مستقلانه دفاع کنند و بر تمام دشواری‌ها غلبه نمایند. مبارز قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رفقا وطن پرستان انقلابی، در این مرحله دفاع مستقلانه از وطن مسئولیت عظیم و بزرگ به دوش شماست. شما باید موجودیت خود را، شما باید حقیقت حزب خود را در میدان نبرد و مبارزه به اثبات برسانید. شما باید با قاطعیت هر